تحقیقات زبانشناسان نشان می‌دهد انسان از بد به تولد جهان و هستی را در قالب زبان مادری شناخته و درک می‌کند و تفکر وی نیز بر مبنای زبان مادری صورت می‌گیرد. این در حالی است که زبان‌های دیگر بعد از ترجمه به زبان مادری قابل فهم می‌شوند. اکثر انسان‌ها که مسلط به زبان‌های دیگر نیستند برای بیان خواسته‌ها، آرزوها و احساسات خیش از زبان مادری استفاده می‌کنند و تنها می‌توانند با استفاده از زبان مادری به انتقال این خواسته‌های درونی به عالم بیرون اقدام کنند. زبان مادری زبانی است که از طفولیت انسان را می‌آموزه به شکل طبیعی، دیگه از عمو تا از مادر پدر برای ما به ارث می‌مانه. زبان مادری است که از پدر مادر یاد می‌گیریم، مثلا عمو را دوست داریم، مثلا به عمو عادت کردیم تا که هستیم دوست داریم عمو را. اصطلاح زبان مادری اصطلاحی است که ما زمانی که از تولد میشیم با همون زبان که والدین ما تکلم میکنه و به اون زمان که ما به اون زمان که با ما خاصو تکلم میکنه و ما هم که به اون زمان یاد میگیریم، با آموزش میبینیم و یاد میگیریم و هر زبانی که باشد، یعنی زبان مادری است. زبان مادری زبان غیب اولین کلمه ما یاد گرفته در زبان مادری، یعنی ازبکی صحبت میکنیم در خانه، در شارا. زبان فرهنگی ما ازبکی است دیگه، زبان خود ما به حساب. زبان مادری عبارت از زبانی را گفته میشه که از بد و تولد افراد با او زبان آشنایی داشته و او زبان را زمینه برای رفتار، عمل کرد و گفت و شنود همراه دیگر افراد جامعه قرار میده. زبان مادری ما ازبک است. انشالله در بین ازبک پارسی یا افغان هیچ ما فرق برمیمن همونگه، اما تل منیارم که قدرلی، عزتلی، احترامی، همه سیگه بر احترامم بار. زبان تنها وسیله افهام و تفهیم است و نمیتوان به واسطه این که به کدام زبان تکلم صورت میگیرد بر سایر متکلمین به زبانهای دیگر فخر فروشی کرد و احساس برتری داشت. زبان باعث نمیشه که یکی دیگر برتری داشته باشد. زبان در کل وسیله افهام و تفهیم است. نه، این سعی نیه. اون یک فقر است. فقر دیگه خوشی سعی نیه. یه زبانی مادری بشه یا هر که بشه که این فقر که میده کادم ها دو سعی من نمیدن. دیگاره گفته نمیتن ملا. به هیچ دلیل نمیتونه. چون هر کی باشه زبان مادری خود دوست داره، زبانم فرق نمیکنه. یکی زبان پشتو صحبت میکنه، یک دری صحبت میکنه، یک هم ازبکی صحبت میکنه. فقر نیست در باره زبان. خب زمان که تولد میشه به اساس زبانی که والدینشان تکلم میکنه به اون شکل که اینا یاد میگیره، آموزش میبینه دیگه، هیچ جنوانی هیچ کدام دلیل منطقی نداریم که بایست فخر و وطن و بایست افتخار باشد دیگه. ما همون قسمی که در قرآن عظیم الشان داریم، هیچ گاهی زبان نمیتونه مایه فخر فروشی و مباهات باشد، چون که در قرآن عظیم الشان یک آیه مشخصی را داریم: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به همین ترتیب کسی که نزد خداوند قرب و اجر بلندتر داره کسی است که با تقوا باشد و هیچگاهی قوم، مذهب، نژاد و مخصوصا زبان زمینه برای فخر فروشی و مایه مباهات نیست. خداوند در قرآن عظیم الشان به کرات تأکید کرده است که از آیات و نشانه های قدرت خداوند همانا خلق آسمان ها و زمین است و بر اختلاف زبان‌ها و رنگ‌ها و نژادهای مختلف بشری تأکید کرده است و تنها ملاک برتری انسان‌ها از سایرین را همانا تقوا ذکر نموده است. زبان مایه فخر فروشی نیست، فقط خداوند تبارک و تعالی در قرآن شریف می‌فرماید: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خداوند میگه شما طایفه طایفه، قبیله قبیله، خب هر قوم آفریدیم. خب بهترین شما در نزد خداوند کسی تقوا داشته باشد. این زبان مایه ازی نمیشه که مثلا در نزد خداوند قرب باشد، چون که دری است یا پشتو است یا مثلا انگلیسی است. تقوا مهمه. هیچ زبانی فخر نداره غیر تقوا.
دیگه زبان مهم نیه، شکل مهم نیه، قواره مهم نیه، فقط تقوا. این کس از کسی دیگر برتری و چی نداره بجز تقوا. کسی که با تقوا به نظر خدا و پیغمبر، کسی که تقوا داشته باشه دیگه برتری و چی بندگر تو نداره. یا فقط انسانیت بالا بسن، اونه انسانیت بالا بسن، آدم با تقوا بسن، آدم با خدا بسن، آدم با مردم بسن. مثلا او رقم آدم بسن، خداوند حال ده ارزش کپرا بلده. هیچ زبان خاصی برتر از سایر زبان ها نیست، اما زبان یکی از نمادهای بارز و آشکار فرهنگی و هویت اقوام و قبایل و ملیت ها به شمار می آید. پس هر فرد و ملتی نه تنها این حق را دارد که خصوصیات ملی خود مانند زبان و سایر آداب و رسوم فرهنگی خیش را حفظ کند، بلکه وظیفه دارد تا در روند غنیسازی آن تلاش کند، چون با این کار نشانه ای از نشانه های قدرت خداوند را بیش از پیش واضح و آشکار کرده است. به خاطر که زبانی است که از زبان طفولیت ما سر در از زبان طفولیت تا حالا ما را با او تکلم کردیم، وسیله افهام و تفهیم بوده بین سواد و سواددار و بی سواد، اشخاص سواددار و بی سواد دیگه. پس مهم است که باید او را حفظ کنیم در جامعه خود. خود هر کس که تقویت میکنه چون زبان مادریش است، مثلا امور دوست داره به خاطر زمین تقویت کنیم. ما دویم هر جایی که باشه، حتی ایران رفتیم و خارج رفتیم، همین یا افغانستان، در این محیط ما زبان خود را حفظ کردیم، زبان مادری خود ما دوست داره. حفظی به خاطر هویت مردمه. ما زمانی که بعد از یک زبان آموزش میبینیم، در تکلم میکنیم، از بعد مادر که به پا بزرگی و کلانی یاد میگیریم، اینمی خودش به این معنی که ما چون زبان مادری است، ما به علمی لحاظ باید عرض بگذاریم و در غنامندی از یک کوشش بکنیم و تلاش بکنیم. مادر زبان مادری در هر کسی مهم است دیگه، چی ازبک باشه، چی پشتون باشه، چی تاجیک باشه، کلگی هم زبان خود دوست داره، کلگی هم باید یاد داشته باشه آدم، باید زبان ازبکی، دری، پارسی، پشتو، پشهی، نورستانی، هر زبان باید آدم هر زبان یاد داشته باشه، لیکن جای زبان خودش هیچ وقت گرفته نمیتونه. چون که همی زبان مادری زبانی است که باید هویت ماست دیگه، حفظ شوه که همی چی رسم و عنانات است که می زبان بلد شدید دیگه، همی رو باید حفظ کنید دیگه. افغانستان کشوری است که دارای ملیت‌ها و اقلیت‌های قومی با زبان‌های مختلف چون دری، پشتو، ازبکی و ترکمنی و سایر زبان‌هاست که مردمان این سرزمین بدان سخن می‌گویند. در واقع زبان وسیله ارتباط با همدیگر است و هر زبان بسان گلی در باغستان زیبای افغانستان است که هر کدام دارای عطر و رنگ خاص خود می‌باشد و بر زیبایی این سرزمین افزوده است. اولین مسئله است که هر کشوری، ما و شما زمانی که در نظر میگیریم، هر کشوری یک زبان ملی خود را داره. زبان ملی بیانگر و نشانه فرهنگ، عنعنات و سنت همو کشور میباشد. اما قسمی که ما آیه قبلی از قرآن عظیم الشان برای شما خواندم، همیشه وقت خداوند متعال می فرماید که ما شما را از قبایل مختلف و از جاهای مختلف و از نژادهای مختلف و با زبانهای مختلف خلق کردیم تا شما یک دیگر را بشناسین و آشنایی داشته باشین. خوب است، چرا نه، خوب است، اما هدف ای است که همه کشورها، همه ملتها، همه کسانی که در دنیا زندگی می کنند، اینها دارای یک زبان مشخص و متفاوت باشند تا زمینه برای شناسایی و افراد وجود داشته باشه. باید باشه، باید هر زبان باشه، هر قوم باشه، باید با هم بیسازه، با هم اتفاق داشته باشه، باید سازیش داشته باشه. ناسازگار کسی هست که به درد اسلام نمیخوره. خب ما هر کس یک عرف و کلتور و بطنفال فرهنگی که داره، بطنفال زبانی که داره، تلاش بکنه که لاقل سالهای سال که زحمت کشته و اون کس بدی ساورده، باید او را به اول احسنش کسته نگه داره. لطف خداوند از اگه هر کس را هر زبان داده، باید در زبان آدم گپ بزنه، مثلا کوشش کنه دیگه زبان را میاد بگیره، در دیگه زبان هم گپ بزنه. کلا که باشه هر رقم زبان باشه خوب است، پشتو، پارسی،
ازبک، ازبکی، پشه، هر قومی که باشه، زیاد هم باشه، باید جور اتفاق باشن، در بینش فرق نبیارن، اون بهتر است دیگه. به خاطر اینکه در یک باغی یا در یک باغستانی که میدرایی، تنها یک گل نیست. زیبایی از باغ و باغستان دم تماما یا درخت یا گلی است که داخل از اون کرد رنگ و رنگ گل است که هر کس نمود زیبایی خود داره. همارکم به خاطر داره. زبان یک هویت و فرهنگ برای متکلمین آن زبان به شمار می رود. اما در شرایط فرهنگی جدید و با روی کار آمدن رسانه ها و حجم وسیع از اطلاعات و واژه های جدید که هر روزه وارد زبان می شود و تمایل سخن گفتن مردم به زبانهای ملی یک کشور عرصه را برای نفس کشیدن برای زبانهای محلی و گاهن رده‌های پایین‌تر تنگ و چه بسا باعث فراموشی آن می‌شود و جای دارد که دولت‌ها و مسئولین امور فرهنگی از زبانهای ملی رایج در یک کشور حمایت کنند و نگذارند که به باد فراموشی بروند. زبان مادری مهم شه نمی‌آسه که دیگه یعنی میره باید راچر کسیله نکنه دیگه فراموش نکنه. برای حفظ زبان مادری خود باید با آن تکلم کنیم، کلمات خارجی را دویز استفاده نکنیم. زبان مادری هیچ موقع از بین نمورد، چون زبان ما و شما دری است، دری همیشه در حساب همه شناخته شده است دیگه. در حفظ و تقویت زبانهای مادری را که در دنیا وجود داره، ما باید برای غنامند سازی و زبانها ما باید کوشش بکنیم. مثلا کتاب های دو کتاب در او زبان تألیف شود و اونا در دسترس همو افراد قرار بگیره و در بخش ای که هر زبانی تا زمانی که مورد استفاده نباشه او زبان مرده ای را محسوب میشه. پس دو کار باید صورت بگیره. اولی که او زبان باید مورد استفاده قرار بگیره یک مسئله، و مسئله دوم ای هست که باید به خاطر غنامندسازیش یا به خاطری که بهتر شوه یا ما بتانیم بهتر و خوبتر از او استفاده بکنیم باید در او باره کنجکاوی شوه، باید اونجا تفحص شوه و هر دقیقه یا هر لحظه یا هر روز باید بر محتویات و زبان بیشتر و بیشتر شوه. آنچه که بیش از هر چیز دیگر فرهنگ و زبانهای اقلیتهای قومی را تهدید می کند همانا روند همسانسازی فرهنگی و زبانی است. این خود پدیده‌ای مدرن و وارداتی است. ناسیونالیسم اروپایی به خصوص فرانسه در قرن 19 با شعار یک ملت و یک زبان این سیاست را اعمال نمود که بسیاری از دولت‌های دیگر نیز این سیاست را دنبال کردند که متاسفانه هنوز هم در برخی از مناطق و کشورهای جهان این سیاست تعقیب شده و آثار و نتایج ناگوار آن مشهود است و باعث از بین رفتن زبانهای محلی بسیاری شده است.